42 تا شماره داره این مقاله و من یه چیزی حدود 25 تاشو میخونم که فکر میکنم وقت کافی. میخوام یه جوری چیز کنم که وقت سوال کردن برای شما پیدا نشه، یعنی مثلا سر ساعت تموم شه. در رد و تمنای نوستالژی، ایده اولیه این نوشته در تابستان 2015 شکل گرفت وقتی که در اندیشه تمنای گذشته بودم. 40 سالگی، سالی بود که 40 ساله شد. اما شروع نوشته به رد و ذم آن تبدیل شد. قصد منم البته رفتن به جهتی مشخص نبود تا خواننده احتمالی در انتها نتیجه خود را حاصل کند. اما خواندن کتاب افسون زدگی جدید، هویت 40 تکه از مرحوم داریوش شایگان و شب طولانی گپ و گفتی در دسامبر 2015 با برادرم حمید در استانبول به این نوشته سرانجام دیگری بخشید. آنچه در پیش رو دارید را میتوان حاصل گفتگوی 3 نفره یا یک نوشته حاصل کار 3 نفر دانست. فقط جرقش از من بود. دقیقتر میتوان گفت که بخش‌های 22 23 24 20 حالا بخش‌ها رو بعد که کتاب دستتون میاد خودتون پیگیری می‌کنید. از آن 2 نفر است. 1. از گپ و گفتی که 3-4 سال قبل با یکی از دوستان ساکن کالیفرنیای شمالی داشتم آموختم که میتوان که میگفت میزان تولید اطلاعات ناشی از کشفیات علمی و مطالعات زیست محیطی، فرهنگی و تکنولوژیک از سال 2000 تا 2014 برابر با کل قرن 20 بوده و چند برابر تمام هزاره پیش از آن بوده. قصدش از طرح این بحث اشاره به این نکته بود که چگونه در برابر این سیر افزایش تصاعدی دیتا و اطلاعات، کارکردها، یاداوری‌ها و قضاوت ذهن ما، اساساً حتی شاید ساختار عصبی شیمیایی ذهن ما بیان که بدانیم تغییر می‌کند. نوع انباشته شدن خاطرات، میزان یاداوری‌ها و اندازه زمانی این یاداوری از این تغییرات متأثر می‌شود. به این نکته برمی‌گردیم. 2. به خاطر می‌آورم در یکی از کتاب‌های فارسی مدرسه و شاید هم در سریال بوعلی سینا ساخته مرحوم کیهان رهگذر 1985 از تلویزیون ایران پخش می‌شد. صحنه‌ای بود که بوعلی خطاب به کسی می‌گفت که 40 بار کتاب مابعد الطبیعه ارسطو را خوانده است به قصد آنکه آن را بفهمد و ناتوان بوده از نوشتن تفسیری بر آن. این روایت از طرفی ما را به یاد تجربه‌های زمانبر عارفانمان می‌اندازد، مثل چله‌نشینی، روزه سکوت طولانی، نظم و خار خفیف می‌شویم در برابر این اذهان منظم و این صبوری و این انضباط که یک ذره ندانستند اما موی شکافتند. اما از طرف دیگر متوجه گذر کند پیشرفت اطلاعات در دنیای قدیم می‌شویم. در دوران ما در کسر کوچکی که آن دانشمند بزرگ اسلامی صرف درک و در تفسیر یک کتاب کرده بود، دانش بشر 2 یا چند برابر می‌شود. میان کوپرنیک و گالیله 1 قرن کامل فاصله است. حالان که امروزه یک نوجوان علاقمند به نجوم نزدیکی آرای دومی را به اولی کاملا بدیهی می‌پندارد. سیر روند شناخت جهان در دنیای قدیم این چنین کند بود. 2 قرن باید می‌گذشت که مثلا فلان فیلسوف بر فیلسوف قبل از خود خط بطلان بکشد یا خط اصلاح بکشد، یا در انتهای قرن 19 فیلسوفان و هنرمندان چنان بر صدهای پیشین خود قهقهه سر دادند که کسی تعجبی نکرد از اینکه تکامل فهم بشر از جهان و تغییرات این فهم تا این اندازه مزمن و بطئی و کند بوده. مثال روشنگر دیگر از کارتون ایکیوسان یادم می‌آید. در مدرسه بودایی که وی درس می‌خواند خوردن ماهی ممنوع بود، حال به دلایل تربیتی یا اعتقادی یا هر چیزی. اما این نکته این بود که خوردن عمدی یا سهوی ماهی گناهی بود که در طول یک عمر هرگز پاک نمی‌شد. چرا زمان خاصیت پوشاننده و پاک کننده نداشت؟ چرا این امتداد زمان همیشه یک دست و با شتابی ثابت بود؟ حالان که امروز اگر ما خطایی و خلافی کنیم فردای آن اثرش از ذهنمان پاک می‌شود. گذشته را به گذشته می سپاریم و از محتوای زمان گذشته در می گذاریم. اما در گذشته گویی زمان همیشه گذشته می ماند. آیا واقعا سنت این کار را با آدم می کند که خطای گذشته را فراموش نمی کنیم؟ چرا ما شمر ابن زلجوشن را نمی بخشیم؟ چرا ما آمریکا را به خاطر 28 مرداد نمی بخشیم؟ وقتی آگاهی های گذشته مثلا برای 300 سال باقی میماند، در واقع این خود گذشته است که باقی مانده. وقتی گذشته همیشه با ماست، ما در حسرت آن به سر نمیبریم. ذهن بشر قدیم این گونه بود، وی گذشته را از دست نمیداد. 3. وقتی سیر تغییر، تکوین و تکامل دانش کند است، بریدن از گذشته هم به سرعت صورت نمیگیرد. انسانی که در چنین وضعیتی میزید در سراسر عمر مثلا 70 سالش احساس نارو خوردن از گذر سریع زمان را ندارد. احساسی که نسل ما خیلی بیشتر داریم، گذشت همش اینجوری.
می توان تصور کرد که برای ریمسکی کورساکوف قرن 19 همی افسانه های هزار و یک شب یا برای کلود دبوسی آهنگساز امپرسیونیست قصه های دیو و پری نوستالژیک، جادویی و پر از رمز و راز بود. برای قرن 19 همی ها اگر امر نوستالژیک شروع به باردهی می کرد و اگر کنش غمان یاداوری آهسته قوام می یافت، این یاداوری مربوط به دورانی بود که به واقع از آنها دور بود. هنرمند قرن 19 هم اگر حسرتی برگذشته داشت، حسرت رادمردان اسطوره‌ای، جنگاوران قلعه‌ساز جنگ‌های صلیبی و عشاق بیباک دنیاهای کهن بود. انسان دنیای قدیم حتی تا قرن 19 هم در زندگیش حداکثر یک یا دو بار میتوانسته دورانی را به یاد آورد که جوانتر بوده و جهان و جمله امور آن به شکل دیگری حضور داشته و نوستالژیک شود. وگرنه میتوان تصور کرد که دنیای آنها با دنیایی که پدران و پدر بزرگهایشان میزیستند چندان تفاوت نداشته. امر نوستالژیک تا همین اواخر تاریخ بیشتر جلوه باستانی داشت. 4. کمی جلوتر بیاییم به پدر بزرگهایمان فکر کنیم، یعنی حدود سالهای جنگ جهانی دوم مثلا. برای همه آنها که زنده اند یا تا همین چند سال پیش زنده بودند، امور نوستالژیک فراوانتری نسبت به نسلهای پیشینشان وجود داشت. صندلی لهستانی، کافه‌های ارمنی تهران، بلیط‌های کنسرت‌های گراند هتل و غیره. خود خیابان لاله‌زار برای عمری سیراب شدن از چشمه نوستالژی کافی بود. اما همه اینها مربوط به نیم قرن قبل از دورانی بود که ما راجع بهشان می‌شنیدیم. گویی زمانه هیچ چیز پرنورتر از چراغ‌های لاله‌زار نیافریده بود. وقتی من به مدرسه می‌رفتم، دریافتم پدر و مادرم همسن پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های همکلاسی‌هایم هستند. خاطراتی که من می‌شنیدم به طب قدیمی‌تر از شنیده‌های دیگر بچه‌ها بود. و البته کمی غریب‌تر. مثلا مادر من از دورانی می‌گفت که 5 ساله بوده برای اولین بار کامیون می‌بیند و از ترس فرار می‌کند. 1319 خراسان. این خاطره برای همدوره‌های من که والدینشان سن بچه‌های مادر مرا داشتن هیچ معنایی نداشت. فاصله من و مادرم از آن خاطره 50 سال بود. برای مادر من حتی دهه 40 شمسی 20 سال قبل از کودکی من با آن رونق پاینده و طلایی زندگی کارمندان اعلیحضرت و مقایسه آن رفاه بی‌مرگ با جامعه محروم و ترسیده دهه 60 هم نوستالژیک چندان نبود. برای نسل مادر من در طی زندگیش تنها یکی یا دو بار امر بی بازگشت، امر نوستالژیک، امر غمان، خاطره حسرت برانگیز به وجود می آمد. همین امر بی بازگشت در کتاب تجربه مدرنیته از مارشال برمن راجع به نیویورک هم هست که طرف از نیویورک سال 1930 حرف می زنه که همه چی باحال بود، فلان بود، بهمون و فاصلش زمانی که اون کتاب رو نوشته مارشال برمن 70 سال بوده. اون آقای مارشال برمن در نیو اسکول درس میداده و بعداً من این کتاب رو از طریق ترجمه آقای مراد فراتو تو ایران اون زمان خونده بودم، ولی الان که به عنوان ساکن کنجکاو در نیویورک با خیلی از جزئیات مورد اشاره اون آقا برخورد عینی دارم. اون موقع الان تو اون شهری هستی که اونا رو یه زمان راجبش خوندی، میبینم که برام طنزآمیزه که برمن خودش دیگر زنده نیست بدوند همان نوستالژی 70 ساله هم جایش رو داده به نوستالژی 10 ساله. یعنی برای ساکنان محله ویلیامزبرگ رو که در بروکلین بشنوه که چطوری از سال 2000 تا 2005 یاد میکنن، صرف نظر از اینکه یاداوری آنها همراه با ذوق پیشرفت و امنیت باشد یا هراس از سقوط ارزش ها، فقط اینه که فاصله شون با امر نوستالژیک کمتر شد. اینجا به بهانه آغازین این نوشته باز می‌گردم. اینکه انسان جدید و قدیم هر کدام چه فاصله زمانی با آنچه نوستالژیکشان می‌کند داشته و دارند و دیگر اینکه هر کدام از آنها یا ما امروزیان چند بار در زندگیمان نوستالژیک می‌شویم. این دو مبحث به ظاهر جداگانه اما پیروی همدیگرند. یعنی پیشرفت روزافزون اخبار و اطلاعات جدید از لحاظ کمی ما را با سرعت بیشتری از گذشته دور می‌کند. این آگاهی و اعتراف بر سرعت بیشتر چیزی نیست جز تغییر تدریجی قضاوت ذهن ما نسبت به مسئله زمان. 20 سال برای ما امروزیان بسیار مملفتر، پرفراز و فروتر از 20 سال برای پیشینیان ماست. همه آدمایی که 41 2 سال دارن، متولد 55 54 متولد دهه 50 اینجا، از اون سال تا الان 5 6 دوره مجزا برای نوستالژیک شدن داریم، در حالی که مادر من یه دونه داشت. صرف نظر از اینکه ما نسبت به آنها در 20 سالی که داشته ایم فرو رفته ایم یا پیش رفته ایم مهم نیست. 20 سال ما پرتر است از 20 سال نسل قبل. پرتر نه معنی بهتر. تعداد اتفاقات.
به معنای بدرود سریعتر و بیرحمانه‌تر است. ایام گذشته به معنی 20 سال، نه 50 سال و نه یک قرن. من و همه همنسلانم به عنوان 40 ساله هایی که در سال 2015 زندگی می‌کردیم، از اوایل دهه 1980 تا الان چند دوره مجزا برای یادآوری داریم. ما دائم نوستالژیک هستیم. نوعی اعتیاد به غم گذشته داریم. این اعتیاد یک پدیده ملی است. 7. آنچه وضعیت گذشته مینامیم از نظر کمیت زمانی مدام در حال کوتاه‌تر شدن است. از بازه چند صد ساله در ذهن انسان دو قرن پیش به بازه کوتاه چند ساله در ذهن ما رسیده است. اولین نسل آیپاد یا آیفون 1 همانقدر برای ما قریب، تاریخمند و مربوط به گذشته است که صندلی لهستانی برای نسل پدربزرگ‌ها و کیمیاگران قلعه‌های قرون وسطایی برای الگرکوی نقاش. آیفون 1 هر کدوم از ما حیرت می‌کنیم. آیفون 1 الان 10ش اومده، 10 سال گذشته. چیست این گذشته که هم تلخ است و هم رازآلود، هم طنزآمیز است و هم مصری؟ چرا دست از سرمان بر نمی‌دارد؟ چرا خاطر خود کلانتر جان است که بر سر می‌شکند و هوار می‌شود؟ چرا فاصله من با تصویر رازآلود زمان طی شده به اندازه فاصله مادرم با اولین کامیون زندگیش نیست؟ و به طریق اولا چرا شهروند نیویورکی امروز حسرت همین دو سه سال قبل را می‌خورد؟ آیا برتری هر چیز قدیمی چیزی جز احساس مرگاور یک نارضایتی مدام از زمان حال است؟ یا این زمان حال است که هرچه می‌گذرد مشتش جز به پوچی باز نمی‌شود؟ پدربزرگ‌های ما برای رمانتیک شدن نسبت به گذشته در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی دلایل واضح و قابل درک داشتند. شکوه گذشته در جلوی چشمشان از بین رفته بود، بانیش یعنی شاهنشاه هم فرار کرده بود. پدر خود من دوران بازنشستگیش همزمان شده بود با فرار اعلیحضرت و حالا باید برای شغل دوران بازنشستگیش که قبول وکالت و پیگیری کارهای اداری برای مردم بود، کار احصاء مالکیت و صدور مجوز ساخت و اینها پیگیری می‌کرد، باید به همان اداراتی سر میزد که زمانی خودش پشت میزهای شیک آنها امور اداری را انجام داده بود. آن میزها حالا به نظرش کهنه، رنگ رو رفته و آن جوانهای کارمند انقلابی به نظرش کثیف و وقیح و ریغو می آمدند. او شکی نداشت که رفاه و نظم اداری دوران همایونی از انسانهایی مثل او غالبا کارمندانی درست کارتر و مؤدبتر ساخته بود. حالا که این ریشوهای چرک ریغو که کار مردم را نیمه کاره رها میکنند تا با دمپایی پلاستیکی و شلوارهای بالازده راه بیفتند تا وضو بگیرند، در آن نمازخانه های مملو از بوی گند پا نماز بخوانند، به قول پدرم به کمرشان زنند. پدر سوخته های بی تجربه ای هستند که آن کفتار پیر به این مملکت تحمیل کرد. این ادبیات خشن ناشی از زخمی تازه بود. مادرم بارها این گفته را به زبان آورد که این انقلاب پدر شما را پیر کرد. حالا که به کار بردن واژه پیرتر کرد یا افسرده کرد به نظرم معقول‌تر می آمد. آخر من از زمانی که یادم بود پدرم پیر و بازنشسته بود و انقلاب بیچاره به خودی خود نمی توانست اینقدر نقش داشته باشد. از آن گذشته شاهنشاه که به کارمندانش اکسیر جوانی نمی داد. اما اینها طنازی های ما بود با مادرمان، وگرنه می دانستیم که این شوق گذشته در او متضمن حقایقی کاملا ملموس است. رفاه برای او یعنی همان حقوق ماهانه شوهر کارمندش که با آن نه تنها 6-7 بچه را به راحتی بزرگ کرده بود، بلکه با پسنداز بخشی از آن صاحب خانه‌ای بزرگ هم شده بود. رفاه یعنی وانتی که بار خربزه را در زیر زمین خانه برای لذت شیرین کل تابستان خالی می کرد. اما در دهه 60 که همه بچه ها مستقل شده بودند و تنها من مانده بودم، همه چیز از نظر مادرم به هم ریخته بود. حالا او بود و مشکلات زندگی در کشوری اسیر جنگ و نارامی های سیاسی، در شرایطی که کل یک جامعه برای دوام و بقایش چاره جز پناه بردن به اقتصاد دولتی و ایده تقسیم برابر ارزاق یعنی کوپن نداشت. با شوهری بازنشسته که از هر حیث ضعیف شده، پسر خواهرش که شهید شده، پسر خودش که در خط مقدم جبهه است، با گوشتی که گران می شود، امنیتی که پوشالی است و و و و و مادرم می توانست با غیر سیاسی ترین غرض سیاسی ترین غمش را بیرون ریزد. این انقلاب پدر شما را پیر کرد. و بدیهی است که این اندیشه نقاد خشمگین به مرور زمان در ما تبدیل به باوری شود که خب پس غلط کردید که انقلاب کرد. نوعی یادآوری دیگر هم نسبت به گذشته بود که برای همه ما آشناست، که نه تنها به طرز آشکار سیاسی نبود، بلکه اساساً معلوم نبود که در حیرت حال و آینده است یا در حسرت آنچه رفت.
همان جمله معروف پدر بزرگها یا برخی پدران و مادران و عموجانها و خاندائیها. شما هنوز به دنیا نیامده بودید. شما یادتان نمیآید. این سعید که میبینید، اشاره به مردی 50 ساله در جمع، تازه دندان درآورده بود. آنها از دورانی حرف زدند همه جا باغ بود. ارزش‌های دوران فتوت و مردانگی و کمک به هم‌نوع و چشم‌پاکی مردان بود. همه دختران سر سفره پدر و مادر بزرگ شده بودند. احترام به بزرگتر قانون اساسی زندگی همه اخشار بود. چلو کباب 2 قران بود. آن هم نه کوبیده‌های مزخرف امروزی پر از خوردنان، گوشت آبدار واقعی. اصلا اسم نوزادان را بهادر و هوشنگ و افسرالملوک می‌گذاشتند، نه سجاد و میسم و محدثه. دایی‌ها همه با پسوند خان بودند، خانم جان‌های مظهر قدرت بودند عمه‌ها. خلاصه از چهارراه امیرکرم به بالا همش باغ بود. هیچگاه نمی‌توانستی بفهمی که از نظر آنان آیا آن تهران قدیم خوب بود که پر بود از مرغزار و مرتع و برای رفتن از میدان ولیعصر یا ولیعهد تا ده ونک یک روز کامل باید درشکه می‌راندی، یا تهرانی که آب لوله کشی نداشت، حماماش پر از میکروب کچلی بود، دلاکاش ختنه میکردن، دندون میکشیدن، یا این تهرانی که داشت پر میشد از ساختمانهای جدید و اتوبانهای وسیع رو به افزایش و مدرنیته بیبازگشت؟ چی بوده بالاخره آن دورانی که ما به دنیا نیامده بودیم؟ آیا ما نبودیم بدبختی و عقباندگی را ببینیم؟ یا نبودیم که آن صفای مثلا باغ و بوستان اطراف جاده قدیم شمیران را ببینیم؟ و یا ما خوش اقبالانی هستیم که دیر به دنیا آمده ایم، یا به خاطر از دست دادن آن دوران نفرین شدگانی ابدی هستیم. 10. چیست این گذشته پر ابهام و رازآلود؟ نوستالژی به راحتی میتواند نفس خطر باشد، خطری ملی و مربوط به فرهنگ خودمان که دائم در حال تقدیس گذشته است، و خطری به مراتب جهانی تر و مربوط به تقدیر بشر دوران ما که از نوعی پشیمانی غرب مدرن ناشی می شود. غربی که نوستالژیک شده است، غربی که از آن عذاب وجدان گرفته است و علاقه پیدا کرده به عقب‌های صف نظری بیندازد، غربی که مدام در حال توجه بیشتر به ماست. این دومی گرچه مستقیما به ما مربوط نمی شود، اما خامی است اگر گمان کنیم بر زاویه نگاه ما به خودمان تأثیر نمی گذارد. پس به نخست به خطر اول بپردازیم، خطر ملی نوستالژی. ماندن در گذشته ذهن را فلج می کند و خود نیز ناشی از فلج قوه عقلانیت است. نوعی اعتیاد است که درمانی جز خود ندارد. سنت و تاریخ ما را رها نمی کند، به ویژه در زمانی که به طرزی تلخ و واقعی در می یابی که نه جزی از تاریخ هستی و نه سنت هایت رمق حضوری مؤثر حتی در جشنواره های سنت جهان دارد. وقتی که به بازی راحت نمی دهند، در آینده پیش رو، در هر جهتی که باشد نقشی نداری. وقتی آینده جایگاهی لاغر در ذهن ما دارد، گذشته مدام چاختر و چاختر می شود. یه چیزم اضافه کنم، این مقاله نصفه دومش در رد نصفه اولشه. این در رد و تمنای نوستالژی، به تمنای گذشته هم میرسه. گذشته تمام فضای فکری ما را پوشانده است. در واقع بیشتر از بزرگ داشته آن، این افسوس گذشته است که در ذهن و جان ما زندگی می کند. به تعبیر داریوش شایگان، ما در هوای افسوس نفس می کشیم. ما بدهکار گذشته ایم. بدهکار به خشایارشاه، بدهکار به فردوسی، به حافظ، تا بدهکاری های شخصی ما به گذشته های شخصی ما. صور خیال شعر ما، غم قربت موسیقی ما، همه متوجه خاطره ازلی است. آن کهن الگوی بهشت که تجلی آن در تمام آثار هنریمان و در اندیشه قوم ایرانی می‌بینیم. واقعه کربلا با آنکه حادثه است که در تاریخ به روایت اسلام معین و ثبت شده در زمان ادبی است، اما نگاه شیعیان به آن نگاه کلی و ازلی و یادآور تمام دردهای گذشته است. بعد تراژیک آن این امکان را به سوگواران می‌دهد که تمام اندوه را با نیروی ازلیش در دل زنده کنند، از زمان دنیوی خارج شوند، خود را در صحنه حادثه ببینند، درون و برونشان همچون روز واقعه سوزان شود، خود را جزء آیین ببینند، در لحظاتی آنقدر در نقش پیش روند که قمه بر سر بکوبند. آن قمه تاوان ماست به زندگی لزج از انزجارمان. بگذار خون بپاشد بر زمانه جاری. آیا در میان ابتدایی ترین قبایل کنگو انسانهایی را میشناسید که این چونین با خود به دل گذشته روند و خودشان را قربانی و زخمی و خونی کنند؟ خون از پیشانی غیرت حسینی جاری کنند؟ که هستیم ما؟ چیست این ایرانیت؟ ما همواره از درک و دریافت لحظه حال ناتوانیم.
همواره توضیح موقعیتی که در آنیم برای من مشکل تر است از حسرت خوردن بر گذشته یا افتخار کردن به دورانی که در دوران هخامنشی هر کارگر روزمزد حقوقش بر لوح گلی ثبت می شده. این خیلی آسان است. آسان‌تر است از فکر کردن به این مسئله که در سال 2013 در بین 180 کشور جهان ایران رتبه 168 را از لحاظ فساد اداری داشته. تأمل درباره حقوق شهروندی در کشور ما یا کشورهای اطراف ما وقت بیشتری می‌طلبد، مسئولیت می‌طلبد تا اینکه دم از منشور حقوق بشر کوروش بزنیم. نگارنده در سال 2013 در مجلسی در لس آنجلس شاهد بودم که اعیان گرد آمده 250,000 دلار پول جمع کردن تا برای نمایش آن استوانه گلی به مدت 4 روز در میدانی در بورلی هیلز هزینه کنند. 4 روز نمایش بدن. مسئولیت پذیری و اندیشیدن به این امر که یک 250 این پول یعنی 1,000 دلار میتواند چند زندانی را در ایران آزاد کند یا زنی را مثلا در لرستان حمایت کند تا وکیل بگیرد و بچهش را از دست خانواده شوهرش نجات دهد، چقدر به واقعیت نزدیکتر است. به واقعیت تلخ زمان حال، اما شیرینی گذشته را خوش است، کودک ماندگی را خوش است، گذشته موهوم، فرار از عواقب عمل و اندیشه خیش. چون آن زن لور که ما در برابرش مسئول نیستیم، هرچی بر سرش میاد حقشه، چون جمهوری اسلامی را انتخاب کرده برای زندگی. پس کاری جز افتخار کردن برای ما نمیماند. مسئولیت همه چیزم با آن آخوندهای مکار است. حال پیشینه خانوادگی و محله و شهر و موقعیت اجتماعی ما چه بوده دیگه مهم نیست. اینجا غرب است. اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرونی هستیم. آنها به ایران بر نمیگردند، به ایرون بر میگردند. جایی که در عالم خیال و در ساحت زبان موجود است فقط. وقتی هر نشانه زندگی، امکانات و مناسبات من حاکی از رهایی از گذشته است، تو غرب داریم زندگی میکنیم. باز هم دست از سر آن بر نمیداریم. به این همه ایرانی که بیش از 30-40 سال است در غرب رحل اقامت افکندن نگاه میکنم. با هر معیار و مقیاسی که تقسیم بندی و بررسیشان میکنی، باز میبینی همواره تناب گذشته برگردنشان است. از استاد رئیس دپارتمان ایران شناسی فلان دانشگاه در ویرجینیا تا فرش فروش هامبورگی، هر دو در فضای غرب نفس میکشند، هر دو از امکانات دنیای آزاد بهره میبرند، اما هیچ چیز به آن نمیافزایند جز دلمشغولی های فعال یا منفعل به کشوری که از درون و برونش در رنجند. هم تاریخ به آنان بدی کرده و دستشان را خالی گذاشته، هم سیاست موجود فراریشان داده است، اما ولکون ایران به عنوان نقشی از گذشته نیستند. بدون این گذشته هویتشان میمیرد. اتفاقا چون اکنون ایران را از لحاظ فیزیکی و جغرافیایی از دست دادند، این عاطفه فروخفته به شکلی بس غیر عقلانی و رمانتیک سر باز میزند. ممکن است ندانند آخرین قانونی که همین ماه در مجلس ایران تصویب شد چیست، یا آخرین مبحث ادبیات یا علوم انسانی. اصلا نتوانن توی سرکان را حدود نقشش رو ایران نمیتونن نشون بدن رو نقشه، اما تا بتوانن خود را مغروق دریای گذشته ایران میکنن. از کوروش و فردوسی و مثنوی تا یادآوری پرحسرت دوران پرشکوهی که پاسپورت ایرانی نیاز به اخذ ویزا نداشت. انسان وقتی در چیزی غرق است، قطعا توانایی آن را ندارد که همزمان از بیرون هم آن را ببیند. کدام یک از استادان ایرانی علوم انسانی که شاغل در دانشگاه‌های غربند به موضوعی غیر از ایران پرداختند؟ کدام فرش فروش هامبورگی که 50 بار کنسرت شجریان را دیده به این فکر کرده که همسن‌های 60 ساله آلمانی از چه سرگرمی‌هایی دارند؟ چه کار می‌کنند؟ قطعاً کمتر آلمانی 60 ساله هم به اندازه فرش فروش هامبورگی ایرانی امکانات متنوع تفریحی دارد برای انتخاب. می‌گوییم به فرش فروش حرجی نیست؟ اوکی. بذار به موزه و اپرا نرود. اوکی. قبول است. پناهنده چپ شه. اهالی حق هنر و فرهنگ چه؟ چرا اکثرشان به عنوان یک استاد و فعال فرهنگی تقریبا هیچ چیز به قفسه های کتابخانه دانشگاهی که دارن تدریس میکنن نمی افزایند؟ ترجمه 8 کتاب سهراب سپهری همانقدر منفعل، بیهوده و اثر تنبلی ذاتی ایرانی هاست که 50 سال در قلب اروپا زندگی کنی و فقط چند کنسرت تنبور کردی دیده باشی، یا اجرای ضحاک به زبان انگلیسی در برابر چهره‌های حیرت زده کودکان دورگه غربی وقتی قهرمان عصبی شاهنامه شمشیرش رو برای بار سوم بالا می‌آورد، یا کنفرانس نبرد رستم و برزو در دانشگاه هاروارد به زبان انگلیسی، آن هم در حالی که فقط 4 نفر از 50 نفر تماشاچی داخل سالن غیر ایرانی‌اند.
این عشق منفعلانه و کورکورانه به گذشته فقط مختص ایرانی های مهاجر تبعیدی نیست، در داخل ایران هم وضع به همین گونه است. از این نظر کپی و اصل مثل همند. آنچه تولید عرضه می شود تکرار است و تقلید. در تقلید یا بازآفرینی گذشته هیچ خلاقیتی ظهور نمی کند. از عاشقان مثنوی خوانی گرفته تا طلایه‌داران فرهنگ ایرانی، از عامی و استاد تا هنرمند و مهندس، ریشه در بیماری گذشته گرایی دارد، ریشه در عشق به گذشته بیمار. پول دور ریختن و جشنواره برگزار کردن برای چیزی که میترسیم باور کنیم دیگر وجود ندارد. چیزی اگر هست گذشته نیست، یک زمان حال است که از ما دور است و چون دور است روز به روز برای ما غریبه‌تر است. این زمان حال اصلاً به باشکوهی تصویر دروغینی که ما از گذشته داریم نیست. این زمان حال چیزی ناشناخته و غریب است. در نتیجه در ذهن ما یک سر بدی و شر است. چیزی از این اندوهگینانه تر حتی که در انتخاب یک ملت نیست. این زمان حال ترکیبی است از له شدن و جبگیری، روزافزون در برابر آزادی‌های رسانه‌ای برای نسل جوانش و پرخوری و فساد و نکبت برای مسنترهایش. نه آبی مانده برای کشاورزی و برای تحقق رویای مسخره خودکفایی، نه رویا و آرمانی، نه خودباوری و اعتماد به نفسی. از پوچی درونمان، از خالی بودن ذهن و روحمان نگران نیستیم، اما مدام خودمان را در آینه دیگران درانداز می‌کنیم. نگران آنیم که خوب به نظر آییم. همین خوب به نظر رسیدن هم برایمان کافی است. اینها معیارهای زندگی نسلی است که آنقدر عقده تلمبار کرده که آمار جرایی های زیباییش از قاره آسیا بالا میزند. دیگر حالی برای زمان حال نمانده است دوستان، اما بدبختی این است که انتخابی مطمئن تر از پذیرفتن همین حال فاسد هم نداریم. اینا برن کی بیاد؟ سؤالی از این منفورتر نمیشناسم. نه با خاطر آنکه جوابش قرار است چه باشد، بلکه به این خاطر که هر کسی سؤال را مطرح میکند، یعنی تقریبا همه من، تنبل بی‌مسئولیتی است که حاضر به دادن کمترین هزینه‌ای نیست و می‌خواهد خیلی فوری مسئله سرنوشت و داشتن نقشی در آن را از سر خود باز کند، آن هم با پوزی روامدار و دموکراتیک. گریزی از این حال افتضاح نیست، چاره‌ای جز قبول این زخم نیست. کوچکترین تحریکی قطعاً به افتضاح غیر قابل جبران می‌انجامد، کما اینکه می‌بینیم شده است در نزدیکی ما. چیزی از این غمین‌تر برای انسان ایرانی هست که مجبور باشد زخم‌هایش را دوست بدارد مبادا منجر به سرطان شود؟ ما دیکتاتوری داریم که در به درمان کرده، اما در این باطلاق‌های زخمی که در چپ و راستش سر برآورده، چون مالک جزیره‌ای است که دیدگاه‌هایش حداقل تا کنون ثبات سیاسی آورد. ما هیچ گونه تلاش فرهنگی، من دیگه رج می‌زنم به قول معروف برای که برسم همه‌شو بخونم و خسته که نشدین. صلوات بفرستید اگه بود. آره، خواهی اینجوری بود. مرسی که گوش میدین، واقعا. ما هیچ گونه تلاش فرهنگی برای متأثر کردن جامعه غربی نمیتوانیم بکنیم، چون خرده فرهنگی، نه فرهنگ رسمی. این همه فعالیت فرهنگی ایرانیان در غرب کدام انسان غربی را جذب خود کرده است؟ ما همچون مرکز حفظ و اشاعه هستیم که فقط حفظ میکند نه اشاعه. استادان ایرانی شاغل در امور فکری و تحقیقات فرهنگی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا کدام کتاب را راجع به موضوعی غیر از ایران نوشتند؟ چند نمونه با چه ارزش قابل قبولی و در قیاس با تحقیقات غربی؟ خود نگارنده مدتی به این امر مشغول بودم، در دانشگاه سراپا غربی که صاحبانش از آن دسته غربیانند که اینقدر از لحاظ فرهنگی و اقتصادی جلو افتادند که عذاب وجدان گرفتند، می‌خوان خزینه‌ای هم صرف فعالیت یک مزغون به دست شرقی بکنند. موسیقی ایرانی درس می‌دادم. حاصل کار من جلب چند دانشجوی سیاه و سفید و زرد از اوهایو و آتلانتا و جاهای دیگه که با ذوق و شوق به دنبال عکس کمانچه مازندران و سرنای خراسان بره. آن رضایت و سرخوشی و احساس و فتح و ظفری رو که در برخورد و در فهوای ایمیل های تشویقی استخدام کنندگانم بود. That's amazing. کجاش amazing؟ چه کار میکنیم مگه؟ مثلا چه کار به عکس کمانچه مازندران نشون دادن؟ How do you like America؟ برای که بهش احساس خوبی میده که تو کوچولو کتکت زدن، هر روز احمدی نژاد میزدتت با چیز، بیا آفرین. میدونی غرب نوستالژیک، غربی که به شما احساس رضایت بهش میده با این قضیه. بعد واقعا در برابر معمولی ترین تحقیقات میدانی موزیکولوژی در تاریخ آن مرکز آموزشی، اثر کار من چیزی جز سرگرمی کودکانه و وقت گذرانی بود. چرا در پی سرپوش گذاشتن بر تفاوت ها هستند؟ چرا تفاوت ها را پنهان میکنند؟
عاقبت روزی فرقها خودشان را میکوبند بر فرق سرت، فرقت میشکافت، پخشت میکند. من پخش و پلا شدم و انسان غربی این را میبیند اما آن را متظاهرانه پنهان میکند. در غرب جایی برای من به عنوان هنرمند یا فعال فرهنگی نیست. یا باید به تصور ترحم برانگیز انسان برآمده در خاورمیانه تن بدهیم و نگاه های رئیس فستیوال یا دپارتمان دانشگاهی را که نگاهی تو هم با احترام و تعجب از دیدن موجودی دوپا، دلسوزی و تحسین رو هم با هم دارد، به جان بخریم یا خرد فرهنگ باقی بمانیم. از این ادعاهای خامندیشانه هم نکنیم که من آرتیستم، نه آرتیست شرقی. افاضات. من در کشور خودم هم خرد فرهنگ بودم، مگر نبودم؟ تریبون کدام فرهنگ رسمی در اختیار شخص بنده بوده است که در حسرت آن سودای گذشته در دل بپرورانم؟ من از این مفهوم خرد فرهنگ بیزارم دوستان. من از مفهوم هنر تبعیدی بیزارم، به خاطر قربانیتی که درش هست، به خاطر تحقیری که درش هست، به خاطر تمنای باز هم نوستالژی که آن فرهنگ رسمی، فرهنگی که دیگر واقعا وجود خارجی ندارد، نه در پیش ما نه در غرب. اما خطر دوم، خطر غرب نوستالژیک، چرا ما را میپذیرند؟ سینمای شلخته پناهی در برابر سینمای ژان پیر ژونه چیزی جز کنش نیهیلیستی عوامانه و از سر تنبلی و بی استعدادی و فرصت طلبی است؟ آقا بهش حکم 5 ساله دادن برشه برای خودش فیلم میسازه و بره اونجا جایزه اولی فیلم. آخه یه زمان جایزه فیلمنامه برلین رو میدادن به ویم وندرز. هیچ چی نیست و ما خودمون رو گول میزنیم. کل سینمای این سالهای اخیر ما اگر از استثناءات درگذریم چیزی جز دوختن کت و شلوار بر اساس یک دکمه است. انگاره های مبتذل و پیش پا افتاده و عصبی. اون بالایی‌ها که نشستن خوبن، این ملت دارن همدیگر رو میجوبن تیکه پاره میکنن. دولت خوبه، همه چی خوبه، میخواد ما رو چیز بده که اخشار دارن همدیگر رو چیز میکنن. همچنان که یه عده‌ای شروع کردن از کیارستمی تقلید کردن، یه عده دیگه شروع کردن از سپریشن تقلید کردن بعد از اون یه دورانی. توجهی که غرب به ما میکند بعضی وقتا هم لزوما از سر عذاب وجدان نیست، بعضی وقتا هم از سر احترام گذاشتن یا حتی جالب یافتن روایت دیگر انسان شرقی هم هست. یک نقاش در نیویورک اگر که ایرانی باشد از مینیاتور مغولی هم چیزی میداند و برای اونا جالبه. این وجه خوشبینانه ماجراست. اما این غرب به دریافت کم بضاعت من دچار عذاب وجدان است. این بازگشت به گذشته و توجه نشان دادن به روایت‌های دیگر، به جز شرقی، به آرابسک موجود در مینیاتور تصحیب، به حس باسمه‌ای آزادی‌خواهی در ترانه‌های دختر تونسی، به بازی مضحک ملال یوسفزی و از آن بالاتر بازی مضحک‌تر حقوق زنان ناناز خاورمیانه به دنبال سرپوش گذاشتن بر نوعی عذاب وجدان است. می‌دونید برای چی میگم بازی مضحک؟ ملال یوسفزی دماغش طالبان برد، طالبان با پول آمریکا اونجا بوده، بعد میان به جایزه نوبل میدن. همون اجرای سینمایی که ما کردیم با اون ارکستر جلوی خانواده سلطنتی هلند که بنده هم توش بودم، یک سیرکی بود، همه بودن، ما هم بودیم. گل سرسبدشون کی بود؟ یه دختر سوریه‌ای، سومین کشوری که مواد منفجره فروخته به مواد ویپن، اسلحه و مهمات فروخته به آقای بشار اسد که پدر اون دختر سوریه در هلند بوده. بازی، سیرک که غرب را میندازه و ما گولشو میخوریم. حقوق زنان به دنبال سرپوشیده بر نوعی عذاب وجدان یا کتمان نوعی ترس، ترس از دست رفتن جایگاه به دست آمده توسط مدرنیته 200 ساله. آنها از این فاصله نجومی که فراریشان از ابو قرازه ما گرفته دچار کسالت، تنهایی و نوعی ترس شدند. سبقت از همه اتومبیل ها در اتوبان نتیجه جز تنها راندن ندارد. غرب نسبت به گذشته خودش نوستالژیک شده، برای رفع کسالتش به ما نیازمند شده. چه ابلهی ما اگر فکر کنیم همبازی شدن با فرزند همسایه پولدارمان به هم معنی برابری ما با اوست. حتی یک لحظه این محتوای ذهن او نیست. او حتی ثانیه ای از حس خود برتربینیش نسبت به ما خالی نیست. من نفرتم از اون نیست، نفرتم از انسان شرقی است که این فاصله را پنهان می کند. عمری پنهان کرده ای فرق ها را، عاقبت فرق می کوبد خیش را بر فرق سرت، فرقت می شکافت، پخشت می کند. خطر نوستالژی شدن غرب و این واپس نگری و نگاهش به ما به عنوان شکلی از گذشته خود دو پیامد دارد. هم به حمایت از بی استعدادترین شرقی ها می پردازد،
هم از طریق بی‌بها شدن امر خلاقه و فروکاهش ارزش‌های هنری به سطح عملی و کارکردی منجر می‌شود و هم باعث فراموشی برقاسای این نکته می‌شود که زمانی طولانی زمانی این فرهنگ‌های مورد توجه کنونی توسط غرب تحقیر می‌شدند. نمونه اعلایش همون تکریب مسکه بود تحت عنوان اپرای ایرانی توسط یک خواننده ایرانی در آلمان اجرا شد، یا اجرای آهنگ گل سنگم توسط یک خواننده موسیقی کلاسیک در اروپا. و و و و و و و آقا این به این دلیل اطلاعی و غریبه بودن غربیان با فرهنگ و پیشینه فرهنگی شرق از کنجکاوی ندارن نسبت به ما. این اطلاعات اطلاعات جغرافیایی وزرای امور خارجه آمریکا در دهه‌های اخیر به مراتب از باروران کف و بازار اصفهان کمتر است. بدیهی است که دریچه عوام و حتی خواص آنها برای شناخت موسیقی هزاران ساله هند هم می‌شود آن چهار نونور مزلف گروه بیتلز. از فرودگاه دهلی سوار تاکسی میشم، در اون خیابان‌های شلوغ و کثیف اولین کسی که یک ساز بزرگ بامزه میزنه، دقیقاً بخونید بامزه، اسمش راوی شانکاره. از همونجا به فرودگاه غرب به غرب کوفتیشون برمیگردن با این پیغام که جواهر هند را یافتی. بیان که میلیون ها نفر مرید و دلباخته موسیقی هند و یوگا و و و و و, و, و یک نفر بپرسه آقا بیشتر میگشتید شاید در خیابان بعدی بهتر و عمیق‌تر هم بود که بود، اما نه آن چهار جوان و نه غرب حوصله پرداختن عمیق به ما ندارد. ما انقدی مهمیم که امروز ظهر سر کودکشان را گرم کنیم، بخوانید فعالیت فرهنگی. خوشبختانه ملت‌های فقیرم که کم نیستن، فردا نیجریه، پس فردا فیلیپین. اینطوری هم پول مالیات غربی‌ها صرف انسان دوستی شده، هم عذاب وجدانشان آرام می‌گیرد. این دومی مهم است، عذاب وجدانشان. من و ما هم چاره‌ای نداریم، هیچ انقلاب و تحولی هم در کار نیست. قهر با کودک لوس و پولدار همسایه هم فایده‌ای ندارد. تراژدی این است که قهر ما اصلا جزء اخبار قرار نمیگیرد. مثلا به من بخوان جایزه بدم و بگم نمیام، کسی براش مهمه که مثلا جایجا میگه فلان تا آرتیست ایرانی رو گفتیم بیا نیامد. ببخشید به فلان که نیامد. تراژدی این است که ناگزیریم از حس رضایتمندی نسبت به تشویق و توجه قبل. نمیام و خود تنها بازیکن نداریم. همین قطعه سینمای بنده که سالها موجب روا شدن سیل خنده و تمسخر به سوی من شده بود، همین که مورد توجه ارکستر هلندی قرار گرفت، یک شبه تبدیل شد به پر افتخارترین موسیقی که جواهر سازندش کشف نشده بود. ما خودمان را هم از چشم غرب می‌بینیم، با تایید غرب می‌شناسیم. دیدید غربی‌هایی که عاشق بوی قرمه سبزی هستند؟ وقتی به ایران می‌آیند مجذوب ضرب آهنگ کند زمان به حق آزادانه افراد در عدم مدیریت وقت می‌شوند. عاشق توکل به خدا و قضا قدری بودن ما هستند. من حالم از انسان سفید پوست غربی که میخواهد ستار بیاموزد به هم میخورد. در من حس غریبی از بی‌اعتمادی برمی‌انگیزد تا بتوانم او را تحقیر خواهم کرد. تا هم به بیهودگی زیستنش آگاه شود و هم فرصتی است برای من برای از جهت عقده‌گشایی. تو یکی ستار نواز نشو آقا، بگذار به درد خودمان بسوزی. شهید سازی، امامزاده سازی، نه اینی که ببخشید من یه سری از اینا رو که برای که وقتتون نگیرم. چیزی راجع به دخترها، متاسفانه راجع به ظلم. تمام آنها که رهبر و امامزاده و دیکتاتور و قهرمان ورزشی را می‌سازند و او را برمی‌کشند، همیشه از او انتظار هویت یک دست دارند. هیچ تناقضی را در درون او بر نمی‌تابند. او حق باز اندیشی راجع به خود و چگونگی‌اش و مغایرت با آن چگونگی و یا حذف و اضافه‌ای بر آن ندارد. تصویر ما از تو اینه، تو غلط کردی، باید همون باشی. آنها معناهای مورد نظر خود را بر قهرمان خودساختشان سوار می‌کنند. روش استقرایی، روش جزء به کل، روش نهادینه تفکر همه ما ایرانی هاست. همین گزاره‌ای که من در اینجا نوشتم خودش یک نمونه تمثیلی است. یعنی به خودم هم گفتم، یعنی که من یک نمونه چون می‌دونم میگم همه ما ایرانی ها. موفقیت اتفاقی یک ایرانی در سازمان ناسا که با تلاش و بدبختی و امکانات و استعداد ذاتی خودش به دست آمده، ختم به نتیجه‌گیری می‌شود که از نوعی که ما ایرانی‌ها باهوش‌ترین ملت جهانیم. به ارواح گلی تخت جمشید از این جهت می‌نازیم که نشان دهنده قدیمی‌ترین سیستم ثبت اسناد است که گفتم به عنوان فساد اداری. حالا اون مثال بماند. ما چه بخوایم چه نخواهیم بر وعین بر وقایع نابینا و ناشنوا نیستیم. تأثیر آن بر جان ما چنان نشسته که خود را در ظریف‌ترین رفتارهایمان که نشان از پایین‌ترین درجه اعتماد به نفس ملی دارد نشان می‌دهیم. تیم فوتسال دخترانمان را سال‌هاست مقنعه به سر کردند، از آنها انتظار قهرمانی دارند. دختری که با ورود به زمین
موهای افشان راحت و رفتار بیقلقش دختران تیم حریف را میبیند، با حجم تمام آن تحقیرهای مستقیم از برادر و پدر و خانواده تا فدراسیون کوفتی و غیر مستقیم از عنوان شیعه، عنوان ما شیعیان در این بازی جهان، عنوان اقلیت، حتی در منطقمون که منزوی هستیم، دختر بیچاره باید توپ رو به گردش در بیاره. معجزه آن که در میاره و با به کارگیری تمام آن خشم فرو خفته اینقدر نیروی انتقام درش زنده است که همه اون موفشانها رو میبره، قهرمان فوتسال آسیا میشه با روسری. اما همین که پایش را بر پله های برقی فرودگاه امام گذاشت، دوباره همان دختر روسری داره توسری خور قرنها زیسته در جامعه شیعه است تا فرصتی دیگر برای انتقام. از این روز که ما در المپیک هیچگاه در پرش طول یا ژیمناستیک به جایی نمیرسیم، قهرمان های ما در ورزش هایی به دست میاد مثل تکواندو، بوکس و کشتی که قادر باشیم تمام مشت و لگد هایی را که سالهاست کنترل کردیم بر سر جامعه و افرادش بکوبیم، حالا بر سر حریفی از کره جنوبی میکوبیم که رفاه و بیدردی از چشمانش میبارد. حالا فرصتی است برای آنکه لهش کنیم. به همین خاطر ورزش همیشه برای ما سیاسی است. بارانداز کردن یک حریف آمریکایی برای او به مثابه از دست دادن دو امتیاز است، ولی برای ما به مثابه یک گرفتن دو امتیازی است که در آن از انتقام 28 مرداد تا سرنگون کردن ایرباس تا به زیانی زدن هیکل زشت ترامپ و همه خشمهای دیگر نهفته است. ما ملتی هستیم بدون اعتماد به نفس. باهوشترین جهان خودمان را میدانیم، اما همه من هم دنبال ویزای یک جایی هستیم. برای اثبات این مدعا کافی است از سنجش آن در خودمان شروع کنیم. هر کس در خودش. از آثار عدم اعتماد به نفس نیاز به قهرمانی است که تنبلی ذهنی و جسمی ما را به دوش گیرد و جبران کند. به جای ما برخیزد، به جای ما مبارزه کند، به جای ما پیروز شود. ما فقط حال آن پیروزی را ببریم. این وضعیت تاریخی احمقانه روز به روز نیاز ما را به قهرمان گسترش می‌دهد. من با پاسپورت آمریکایی هم در فرودگاه‌های مختلف جهان استراب دارم. این استراب تا دم مرگ با من است. آیا حق دارم که بر گذشته دور یا نزدیک حسرت بخورم؟ یه مطلبی هست من برای که حوصله تو سنداره خلاصش میکنم، یعنی نمیخونمش چون دو سه صفحه است، ولی راجع به این ایده افلاطونیه که از حالا دوستانی که اینجا فلسفه خوندن دیگه داریم درس پس میده، اونا خیلی بهتر این موضوع میده. راجع به اینه که ما میدونیم نقطه چیزیست که بعد نداره، خط سطح نداره، سطح حجم نداره، اما هر نقطه و خط و سطحی تو جهان ما، جهان پدیدارها، از صورت یک صورت حقیقی از یک جهان دیگه، یعنی خط، هر خطی که ما در این جهان سه بعدی رسم کنیم به هر حال بعد داره. اون ایده خطه که ما راجبش حرف میزنیم و اون ایده خط مربوط به جهان ایده هاست که اولین بار توسط یه فیلسوفی در یونان به اسم افلاطون ازش حرف زده میشه، از جهان مسل حرف میزنه، از جهان ایده ها، و میگه جهانی که ما هستیم در واقع صورتی است از اون جهان واقعی. و به خاطر همین اینه که جهان ما متشکل از جوهر و عرض یا ذات و ماهیت است. این امر دوگانه به انسان سرایت کرده. از دیرباز انسان دوگانه‌ای بوده میان جسم و روح. اولی گذرا و فانی است، دومی ماندگار و باقی. در باور مذهبی این جسم در طول زندگی خود جلوه‌گری می‌کند، حالان که به اسارت کشنده جان است و بعد از مرگ این زندان را رها می‌کند، پر به سوی حقیقت می‌کشد. همیشه داد و ناله دین و باور و اقراره که در سراچه ترکیب تختبند تنم. روان به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. باید مرگی اتفاق بیفته، باید شهادتی رخ بده، باید گذری صورت بگیره. برای اینه که مرگ مقدسه، برای اینکه شما رو میرسونه به لقاء الله، شما رو میرسونه به یک جای دیگه. این نگاهیه که جالبه که این روح جاودانی از کجا آمده؟ از جهان ما، از جهان لاهوت، از ملکوت خداوندی، از جهان بالا، از بهشت. و به تعبیر افلاطون جهان مسل و دنیای زوات. همین است که در ذات نوستالژی هم هست. و اون جهان گذشته، این ایده مذهبی در ادیان ابراهیمی هم هست، در ادیان خدای یگانه که از یهودیت شروع میشه، که اون موجب حسرت بهشته به عنوان یک گذشته اصلی ابدی ماندگار که همه ما از دستش دادیم. پدر ما
گندم خورد و خطا کرد و ما داریم تاوان اونو پس میدیم. همین است که در ذات نوستالژی هم هست. آنچه مرده جاودانی است و اصیل است، آنچه پیش روی ماست بی ارزش است. دائما گذشته ابدی را میپسندد و خیلی جالبه که در دل تاریخ بشر در مقطع اقوام سامی، جنوب مدیترانه و جنوب شرق، یعنی همین یهودی ها و بعد مسلمان، مثلا مسیحی ها و بعد مسلمان ها، که خدای واحد از دل اونا در اومد، با آن اندیشه که شیفته و مغروق عالم برتر و مثالی است، یعنی در شمال مدیترانه یونان، فیلسوفان یونان در هم آمیختند. یعنی هر دوشون انگار یه حرف زدن در مقطعی از تاریخ. حسرت ابدی گذشته را در دل بشر کاشتند. گذشته موهوم، گذشته شاعرانه و خیالی، گذشته مزخرف. پس نوستالژی ذاتاً فقط گذشته‌گرا نیست، مرگ‌اندیش هم هست. برای همینه که هر حکومت توتالیتری میل به نوستالژی داره، میل به گذشته داره، از جمله حکومت مورد نظر خودمون. باز از یه سری چیزایی میگذرم. از دو طریق هم این کارو میکنه. من برای که فرصت مثلا چند سفر رو رد، ولی از دو طریق، هر حکومت توتالیتری از دو طریق با گذشته بازی میکنه. احیای انگاره گذشته شکوهمند از طریق تبلیغات گوبلزی، و دو، ساختن یک گذشته دروغین مثل موسولینی توی روم یا مثل هیتلر که حرف از رایش هزار ساله میزد، و اینکه ما به یک گذشته وصلیم، به رومن امپایر، ما باید درگردیم به اون. همون که رهبر معظم حرف از مدینه فاضله میزنه، مدینه تو نبی، مدینه تو نبی، زنها باید برن تو پستو، فقط شیر نر بزایند تا مردها مبارزه کنند و کشور بگشایند و اندیشه ناب خود را به همه جهان تسری دهند. دقیقا مانند زمان نبی اکرم، یعنی در صدد احیای گذشته پرشکوه برآمدن. حالا ساختن تو امان نوستالژیک کردن مردم، ساختن امر نوستالژیک دروغین با اشاره دروغ، با ساختن فیلمی سراسر تحریف درباره انقلاب مشروطه یا رضا شاه، معمای شاه، نمیدونم کدومتون دیدین، یا مصدق سریال شهرزاد، داستانایی که از داستان و شخصیت پردازی و صحنه آرایی گرفته تا اندازه لنز و کادر و اسمشون هم دزدیه. سریال معمای شاه و امام رضا و جشنای 2500 ساله یا اون آقا و مراسم دروغین این یکی، همه مساق سوء استفاده از نوستالژی است. نمونه دیگر سریال پهلوانان نمیمیرند بود. حالا از این بگذریم. یا آن مزخرف شهرزاد در نهایت خیال ما را راحت می‌کند که ما از سردابه‌های سخت و عاشق خوش و بیرحم تاریخ اخیرمان گذشتیم تا به دوران ثبات و شکوه کنونی برسیم. کدومتون شهرزاد رو دیدین دیگه؟ اگه شهرزاد و همسرش خواست استعدام پیدا کنه برسن به مقطع انقلاب 57، خب شهرزاد رو اعدام می‌کردن، همسرش هم تبعیدی می‌شد تو نیدرلند، مگه نمی‌شد؟ اون آدما از اون جنس روی خوشبختی دیدن در جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی میاد گذشته رو تحریف میکنه، میسازه که یک سری جوان کافه نشین نیمایوشیچ خان جز در دوران شاه جز بدبختی ندیدن تا بالاخره رسیدیم به حکومت ایدئالمان که جمهوری اسلامی بود. تفکر نوستالژیک به راحتی ابزار فاشیسم است. شاه هم کار مشابهی را میکرد، گذاشتن کارد و چنگال طلا جلوی ملکه از خاندان 700 ساله ویندزور، که چموشتر از آن بود که البته به مراسم این شاه روستایی بیاید. چیزی جز تفاخر به دوران تفاخر تازه به دوران رسیدگی است. تهیه خوراک بره در بشقاب‌های نقره توسط عمال حکومت شاه. شاهی که پدرش با نان نوکری بزرگ شده بود، آنقدر اعتماد به نفس نداشت که تا همین 10 سال پیشش با کوچکترین تشری تاج و تخت را رها می‌کرد، به هتلی در روم می‌گریخت. حالا با پول یامفت نفت چنان اعتماد به نفسی پیدا کرده که فیلش یاد هندوستان کند. هنوز آمار باسوادان کشورش به 50% هم نرسیده، می‌خواهد سریع و یک شبه تاریخ را دور بزند و در حضور سران و دولتمردان همه گیتی، در بیابانی پر از مار و عقرب، در پای خرابه‌های یک قصر مزمحل شده و به فاک فنا رفته، جد تاجدارش را اطمینان دهد که بخواب ما بیداریم. آره خوابید. این همان پل زدن به ناکجا آباد است، همان رجعت به ناممکن است، رجعت به ایمپاسیبل. دیدیم که این ایده تمدن بزرگ کوروشی یک دهه هم دوام نیاورد. توسط کیا فتح شد؟ گذشته‌گرایانی به مراتب عصبی‌تر، رمانتیک‌تر و فریبکارتر. زودتر از آن که فکرش را بکند برچیده شد.
حالا او سوار بر هواپیمایی به سمت پاناما می توانست یزدگرد سوم ساسانی را به یاد آورد که حداقل جایی در آسیابی داشت. دیکتاتوری هم بی‌محابا و هم آمدانه و حتی عاجزانه به گذشته نقب می زند. هم در مرحله دیگر به تولید گذشته تقلبی و حتی ابلهانه همت می گذارد. این نسبت نوستالژیست با دیکتاتوری. نگریستن به طراحی لباسان سربازان هخامنشی با شمشیرهای چوبی و سپرها و کجاوه‌های مقوایی و ویدیوهای به جا مانده از جشن‌های 2015 در یوتیوب دیگر خنده و طنز هم گذشته. تهوع‌آور. این همه یادآوری، حالا بیایم این برای انقلاب. این همه یادآوری و بازآفرینی‌های دهه 1360 برای چیه؟ این همه ایمیل و فایل و حاوی عکس‌های کتاب‌های درسی و دیوارهای مدارس دبستان و راهنمایی با چه هدفیه؟ آوردن گیتی خامنه‌ای و الهه رضایی به قاب تلویزیون برای چیه؟ چرا به یاد آدم‌های 40 ساله‌ای که ما این می‌خوان بیارن که ما چقدر پاک و معصوم بودیم؟ چه کارکردی داره؟ کارکرد گروه پلت و خواندن رمانتیک خونه مادر بزرگه در حسرت کدوم امر مقدسه؟ چارتار منتظر کدوم بارانه؟ این همه سریال که سعی در رعایت طراحی دقیق طراحی صحنه از جامعه دولتی در آن پیکان و ژیان و تویوتا کرونا ماشین‌های اصلی در خیابان بودن، مانتوی خانم‌ها اپل داشت. چه قصدی رو پیگیری می‌کنن؟ من خودم از اینها لذت شخصی میبرم صادقانه. برخی از این آثار نامبرده بالا لذت شخصی بردم. اما میخواهم رأی صادر کنم مبنی بر اینکه اراده‌ای در بخشی از این سیستم رسانه‌ای در ایران هست که قصد دارد به دهه خاکستری و سرد و عبوس 1360، دهه پر از شقاوت و بیرحمی و کشتار و پر از خیابان‌های مملو از شهید و ماتم زندگی، رنگی به مهربانی چشم‌های خانم رضایی مجری برنامه کودک بزنند. دقیقاً مثل کارکرد طبیعی ذهن که مبتنی بر فراموشی دردها و رنج‌ها و در تاخچه خاطرات چیدن خوشی‌هاست. شما پیش مشاورم ایشالله که نرین، ولی اگه برین یکی از کارکرداش همینه که به شما یاد میده کنش یادآوری رو، ببخشید کنش فراموشی رو، به خوشی‌هاش بکن، غماشو بریز دور. ما هم دوست داریم با دهه 60 اینجوری برخورد کنیم، خوشیاش یادمونه. من یه بار وقتی به جانبداری تلویحی از میر حسین موسوی در جنبش سبز پرداختم، مورد انتقاد رندی در اینترنت قرار گرفتم که گفته بود پس دهه 60 رو برای عمت خوندی و پر بیرا هم نمیگفت. اما از یک چیزم البته اطلاع دقیق نداشت، اون که این شور نوستالژیک مرا هم در رو بوده بود. پس از آن دورانی بود که سودای نوستالژیک به دنبال قربانی کردن خود من هم بود. از برخی از دوستان و نزدیکان یا دشمنانم میشنیدم که به عنوان استعدادی کشف شده از لب جوی، اگر در 29 سالگی در همان لب جوی میمردی، تصویر نوستالژیک ما مقدس‌تر بود تا آدمی که هر هفته در نیویورک میرود جیم. خیال مردن هم گویا ندارد. آنقدر این نوستالژی مرگ‌اندیشه است که حاضر است برای آرامش ذهن خودش همه را فدا کند. خسته نشد دیگه. خب دیگه آخرش رسیدیم، آخرش تموم شد. حالا بخش رد این ماجرا، بخش حسرت گذشته را خوردن. من گاهی حسرت زیستن در دوران افلاطون را می‌خورم. حسرت دوران سرآغاز فهم فلسفی بشر که در هزاره‌های بعد از آن دیگر هیچگاه تکرار نشد. زمانی که فلسفیدن به معنای تأمل کردن در جهان و مافیها بود، فلسفیدن به معنای تأمل در طبیعت و کوششی برای درک جهانی پر از رمز و راز، نه شغلی دانشگاهی یا سکنا گزیدن در سالن‌های خلوت کتابخانه‌های بزرگ. غرب پشیمان است و یکی از نشانه‌هایش در حرفه من ایجاد سبک ورد میوزیک است و جایزه ای هم براش است. غرب در حال تقدیس گذشته است. مدرنیته مدت هاست که در اندیشه عقب‌گرد است. فراموشی گذشته، رد نوستالژی و در این حال استفاده هنری از آن و نگاه داشتن خیش در این مرز بینابینی. من در موسیقی از گذشته آغاز کردم تا آن را به جلو هل دهم. تلاش کردم تا میرزا عبدالله آیپاد در گوش بگذارد و در پارک پا به پای من بدود. تلاش کردم تا به جای دوزانو مؤدب نشستن در حضور حافظ قرن هشتمی او را همچون خود معاصر کنم. این تعبیر البته وامدار یکی از ایمیل‌های دکتر نیکفر هستم به خودم. حالا چند سالی است که سنت راه دلبری تازه‌ای گشوده است. تلفیق و در تلفیق کردن سازها و از این طریق احساس جهانی شدن کردن، همه غافل از این که آن نوجوان خراسانی تناقض تلفیق را از موسیقی شروع نکرد، از کودکی زیسته بود. تا
تلفیق و مفهوم اختلاط زمانها و فرهنگها برای او از موسیقی تلفیقی شروع نشد. اصل ماجرا زندگی تلفیقی بود که همه من داشتیم. زیستن در دنیای سراسر تناقض و چند پارگی در مشهد. تلفیق برای او زمانی آغاز شد که دید زاران امام رضا که عاشق سنگهای خوشتراش و نقشهای استیمی و کتیبه‌های پرنقش و نگار حرمش شده اند و بران بوسه میزنند، نمیدانند که در حیات پشتی این سنگها را نه استادان سنتی سنگ تراشی بلکه ماشینهای ساخت کارخانه انرژایزر آلمان صیقل میدهند با الگوهایی که توسط کامپیوتر طراحی شده. این در هم ریختگی آسمان و زمین، سنت و تکنولوژی، شرق و غرب، گذشته و امروز چنان در جانش نشست که اگر معمار یا آرایشگر هم میشد احتمالاً چیزی همینطوری بود. از آن گذشته کودکی او با شنیدن صفحات جاز همراه نبود. او کودکیش چنان که در یکی دو جا هم گفته شبیه به تیتراژ سریال هزار دستان بود. خط نسلی اون این صدا با این صدا در قلب ایمان و سنت و صدای قلم نی بر کاغذ گلاسه. منظور از این اشاره البته به عنوان هیچ عنوان حسرت بر آن گذشته و سنت نیست، اتفاقا دقیقاً برعکس. منظور آن است که او از خط نستعلیق و ابوعطای شجریان در نسیم باد نوروزی در 14 سالگی به درک پاپیت مدرن در 24 سالگی، درک بلوز در سالهای بعدش رسید. او از گذشته به سمت امروز حرکت کرد و برای موسیقی تلفیقی امروز اگر برایش نگرانی باشد این است که مدل سبک و لایت اقبال آذر و استاد زلی است، اما در کودکیش تنتن و میلو خوانده نه چهار مقاله اثر نظامی عروضی سمرقندی. در خانهش با صفحات قدیمی جاز و جیمز براون بزرگ شده. حالا این اگر که در سالهای بعد از 30 سالگی یاد سنت می کند، موسیقیش هر سطح ارزشی که داشته باشد که حتما دارد حامل این نکته است که حرکتی است از امروز به گذشته، حرکتی است برعکس مسیر تلاش آن جوانک مشهدی، حرکتی است از بیتلز به ابتهاج، از هدبنگ به ها 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 ها، از راک به رمانس بروژوا مابانی گوگوش و واروژان، و البته شاید در بعضی موارد نه با آن هماهنگی و دلبری. ما در موسیقی فرهنگی جدیدمان دچار سرطان همزمانی شده ایم، موسیقی سنتی و صداهای مدرن، ولی خدا نکند که فیلمان یاد گذشته کند. من اما خود در حسرت گذشته ام، در حسرت آن روز که عکاسی را فقط کارتیه برسون ها بلد بودند و بس، نه این دوربین های ارزان دیجیتال که به همگان توهم هنرمندی میدهند و نیز اجازه تجاوز به لحظات دیگران با عکس ها و کادرای کج و معوج سردرد آورد. من در حسرت روزی هم که دوربین فیلمبرداری را فقط با اجازه همکار فیلمبردار باستر کیتون روشن می توانستی کرد، نه آنکه لحظه لحظه زندگیت را تاره خانم، نوه اسماعیل آقا یا محشید جون، عروس پدرامینا بتواند بی اجازه تو با فشار دادن یک دکمه ثبت و ضبط کند و تو احساس کنی که حضور در هر جمعی به مثابه حضور در دادگاهی است که هر حرکت و سخنت می تواند روزی علیهت استفاده شود. یا آنکه چه بخواهی و چه نخواهی لحظه چرب شدن دست و دهانت هنگام گاز زدن به برش پیتزا، لحظه‌ای که همین چند سال پیش جزء حریم شخصیت بود، در بی نهایت جمع ناشناس گذر و سفر خواهد کرد و تو بیان که بخواهی و بتوانی تصمیمی بگیری، مردی چرب و چیلی هستی در خانه دیگران و عذاب و سکوت و ادب و عذاب و سکوت. من در حسرت گذشته‌ای هستم که منتقد هنری نامش آندر بازن بود که هر نوشتهش راهگشای سبکی نوین و گشودن دریچه‌ای دیگر میتوانست در سینما باشد، نه کامنت ها و افاضات متفرعنانه فیسبوک و اینستاگرام که هر کدام به قصد آن نوشته میشوند که دنیایی را متنبه کنند. برو کتاب بخون بدبخ، برو تاریخ یاد بگیر. انگار گوینده آدم خوشبختی است که تاریخ را یاد گرفته بعد اومده سراغ فضای مجازی. جهان اینترنت باعث میشود ما یکدیگر را تولید کنیم، بزایانیم و دوباره از هستی ساقط کنیم. هر کامنتی همچون تولید مثل مگس انبوهی از کامنت های دیگر را تولید می کند. از ما خودنمایانی عبوس می سازد که هر از گاهی هم بامزه ایم و اغلب اوقات وقیحیم. هیچ نقدی وجود ندارد. تأمل به واکنش سریع و عصبی تغییر می یابد. انتخاب های واقعی جای خود را به نظرخواهی های باسمه ای و بی محتوا می دهد. من در حسرت آن دورم که هر لغتی به باروتی میمانست که جان را به مدید برای مدید مدتی به آتش میکشید. من و ما
زندانیان ابدی پرگویی های گزاف و بیهوده، ما اسرای یاوه‌سرایی امروز. اکنون مانند قدیم نویسنده جایگاهی برتر از خواننده ندارد. مدل پیامی رومن یاکوبسن که می گفت هر گیرنده و هر فرستنده در هم ریخته، قدرت برای همه یکسان شده. من در حسرت آن سکوت طولانیم وقتی اکتاویو پاس برای من شعر می خواند. بیدی از بلور، فواره ای از آب که باد کمانیش می کند. سکوتی که تا مدت ها بعد از اتمام شعر همچنان ادامه می یافت. سکوت عمیق ممتد. روزی را به یاد می آورم برای اولین بار و شاید آخرین بار در بهار سال 2012 ساعتی را با استاد شجریان تنها بودم و آنجا در ورکشاپ دو نفره من فهمیدم که عمق تحریرهای من و همه نسل هم نسلان من چه اندازه کم و اشتباه است و چه تشویق‌های مفت و مجانی که می شدیم. کسی راز آواز را نمی داند، راز تمرین آواز را، و استاد در آن روز برایم گفت که برای سالهای سال هر آخر هفته آنقدر در کوههای اطراف تهران تمرین تحریر انجام می داده که از درد دیافراگم تا دو روز ضبطهای رادیو و تمرین و کلاس تعطیل می شده. حالا دوستان آوازخوان من بلافاصله بعد از اجرای آواز آبکیشان به دنبال آنند که افتر پارتی کنسرت کجاست و علف خوب دست کیست. در فلسفه، در نقاشی، من در حسرت گذشته ای هستم که آدم حسابی می پرورانید. در شعر، در تحقیق، در ترجمه. دوست دارم اینجا بگویم آقایان همه حرف های قبلی هم را پس می گیرم، چرا که نوستالژی خوب است. اکنون باید بر پیر شدن و مردن و تمام شدن قولها گریست. من در حسرت گذشته ای هستم که جایزه فیلمنامه را در کن و برلین به فلینی و برگمن میدادند، نه جعفر پناهی. جایزه ادبی نوبل را به نویسنده‌ای میدادند که پا به پای مبارزان راه آزادی ادبیات را به اسلحه تبدیل کرده بود، نه آنکه کل بنیان جایزه را به خاطر رسوایی جنسی به یک فرصت دیگه موکول کنند. من در حسرت روزگاری هستم همین 40 سال پیش که حسین علیزاده را که آهنگهای انقلاب بزرگ را ساخته بود خانه نشین کردند بعد از انقلاب و درها را بر او بستند. نقل است که او و محمد رضا لطفی بعد از شروع جنگ نه تنها در برابر این نامردمی حکومت جدید سکوت کردند و عزت نفس پیشه کردند، بلکه حتی بعد از شروع جنگ تقاضا دادند که تا در جبهه‌ها بروند و برای رزمندگان اسلام ساز بزنند، تا قدمی هرچند کوچک به زعم خود برداشته باشند. دنیای بهتر از نظر آنان دنیای شادتر و آزادتر بود. حاضر بودند علی‌رغم آن همه نمک نشناسی به خاطر آرمان قدمی عملی در جهت نیل به یک جهان ایدئال بردارند. موافقت نشد. حسین علیزاده خانه نشین شد، نینوا را ساخت. چند سال بعد همین حکومت و رسانه بیشرفش برای احساساتی کردن مردم هنگام نمایش جسد رهبر عالی قدرش که مرتحل شده بود باز نوایی بهتر از نینوا نیافت و بی اجازه علیزاده بارها آن را به خورد مردم داد تا بر مرگ خمینی گریه کنند. حالا دنیای ایدئال برای هنرمندان و هنرپیشگان توهیدست و بیهنر و خرفت امروزی در برنامه دور همی آقای مهران مدیری دنیایی است که مردم روی اینستاگرام بهمون فحش ندن. من در حسرت آن دنیا و اصحاب فرهنگش هستم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. دوران تفاخر طی شد، حالا عصر شهرت‌های 15 دقیقه است. نقل قولی از اندی وارهول. فضای مجازی که همه جا را گرفته، ما را در این تبعات مضحک شدن و بیدر و پیکری فرهنگ غرب شریک می کند. هنر دیگر نه ناشی از لیاقت است، نه پشتکار شخصی، نه سراچه قدسیباری که تنها نبوغ می تواند بدان راه یابد. هنر توهمی است در اختیار همه. من در حسرت گذشته ای هستم که تفاخر واقعیتی احساس شدنی. و جمله و پاراگراف آخر، این آخرش کمی تبدیل به، ببخشید من این واژه رو به کار می‌برم، تبدیل به چسناده میشه. ولی خب به عنوان یه آدم مهاجره دیگه که عقده‌گشایی میکنه نمیتونه برگرده، برای همین یه روزی احتمالاً بعد این عقده‌اش رو خالی میکرده اینو مینوشته. من این صفحه رو میخونم بعد. و در آخر سخنی با مام وطن و ابنای وطن. سرگرد هاینس دیتریش راینهارت را به یاد دارید؟ معاون آخر فرمانده کسلر در سریال ارتش سری.
نمیدونم کیا سیال ارتش سری یادشون. تنها فرد در کل آن ماجرای 40 و چند قسمتی بود که از دست شخص هیتلر مدال لیاقت گرفته بود و این یکی از دلایلی بود که کسلر شدیداً به او حسادت میکرد. او برای آلمان در جبهه های روسیه جنگیده بود و کسلر تمام مدت جنگ پشت میز اداره گشتاپو در بروکسل پشت میز نشین بود. چیز زیادی از عشق پیشوا، عشق به پیشوا و عشق به آلمان نداشت که به او یاد دهد. آن وفاداری نسبت به وطن که کسلر در سر داشت را راینهارت با جنگیدن در باتلاق‌های جاده‌های روستایی روستوف در زیر بارش برف زمستان 1942 به اثبات رسانده بود. هیچ کس از این محبوب‌ترین شخصیت آلمانی در سریالی ضد آلمانی در آلمان پرستیش جان برکفتر نبود. حسادت کسلر به او موجب کینه‌توزی شده بود که بالاخره گریبان مرد بالیاقت را گرفت. در آخرین قسمت سریال آخر ماه‌های جنگ بروکسل چند ماه است که آزاد شده. فرماندهان آلمانی در شهرهای مختلف یک به یک توسط متفقین فتح شده و اسیر شدن و تو زندانن. کسلر هم با خواری تمام فرار کرده، برای نجات جانش به هر کثافتی هم تن داده تا به آلمان برسد، به وطن که حالا تلی از خاکستر است و او باور ندارد. وی بالاخره در زندان در آخرین روزهای جنگ زهر خود را به راینهارت می‌ریزد. فرماندهان آلمانی رو مجبور میکنند یک دادگاه نظامی درست کنند. حکم دادگاه اعدام راینهارت است. همه‌شون تو زندانن، ولی تو زندان یکیشون میخواد یکی دیگر رو بکشه تو دادگاه. وسط دادگاه رادیو به طرزی تلخ و طنزآمیز خبر خودکشی و جسدسوزی هیتلر هم پخش میشه که آقا تموم شد دیگه، ول کن، دست از سر این بابا بردار. مرگ هیتلر یعنی مرگ آلمان، یعنی مرگ همه چیز، یعنی باختن مطلق آنچه شکوه وطن بود. آلمان مرده است، وطن سوخته است، رویاهای پیشوا و پیروانش همچون خاکستر او برباد شده. این باختن مطلق را در میان فرماندهان زندانی هیچ کس به روی خود نمی آورد. همه سکوت میکردن، کسلر هم انکار میکرد و تنها راینهارت عمیقا آن مزمحل شدن را درک میکرد. در شب اعدام نگهبان برای راینهارت مشروب میاره، از وی میخواد در فرصت باقی مونده به زندانباناش بگه وی رو از دست این هموطنای دیوونش نجات بدن و میگه راینهارت نمیپذیره، میگه ترجیح میده همچون سربازی اعدام بشه. میگه اصلا برات مهم نیست که آلمان روزی دوباره سر بلند خواهد کرد؟ و آدمی که به خاطر آلمان توی جاده های جنگ روسیه جنگیده میگه نه، این به من انگیزه ای نمیدهد که به خاطرش زنده بمونم. صبح فردای آن روز راینهارت تیرباران شد، در حالی که آخرین جمله‌اش به هموندانش که جسم بر چشم بر جسد پوسیده گذشته شکوهمندشان داشتند و نگاهشان مملو از گدایی مذبوحانه آینده محترم وطن بود گفت شما همتون احمقید، احمق و ابله. برای من سرگرد راینهارت که عظیمترین عشق به وطن را داشت و پر افتخارترین مدالش را برگردن جلوه نمادین والاترین و مستغنی‌ترین برگذشتن از گذشته بود. گذشته پوچ و مزخرف. من سرگرد راینهارت با او همزاد پنداری میکنم. من تاوان دوری از وطن دادم. حتی انگ بیوطنی و بیتفاوتی در برابر آنچه بر وطن و سر مردمش میآید خوردم. من همچون کسلرها علی‌رغم آن تاوان کوچک ذره‌ای از سفره وطن سهم من نشده است. حتی در حد ژتون غذای دانشگاه تهران. اما من بر جنازه آنچه اکنون نامی از وطن دارد در خلوت گریستم، بیان که برای آن به طرزی تهوع‌آور و مزورانه مرغ سحر یا وطن من یا همه جان و تنم وطنم وطنم بخوانم. حالم از لاقیدی و بیهنری و گذشته‌گرایی که در خواندن ظلم ظالم جور صیاد هست به هم می‌خورد، از تکرار نوحه 100 سال قبل بر مردگان امروز که خودمانیم. دلم آشوب می شود، پرخوری و تنبلی در سبک زندگی و اندیشه آدم را در حد مرغ سحر وطن پرست می کند. اتفاقا وطن پرستان اینچنینی هستند که بعد از سفر به ونکوور به جای پرسیدن آدرس موزه از قیمت زمین های آنجا سوال می کنند. من سرگرد راینهارتم و آن هنرمندان وطن پرست کسلر. به وضوح خواهید دید که اگر فردای روزگار انقلاب شد همین وطن پرست ها را در صفحه اول معترضان خواهید دید، یا شاید تلویزیون را که الان هم زیر دستشان است از نو فتح کنند و احسان علی خانیشان خبر سرنگونی رژیم جدید را به ما بدهد.
و سالار عقیلیشان اولین ترانه انقلاب جدید را بخواند و بر سازندگان معمای شاه لعن و نفرین فرستد. اما اگر خدای نکرده جنگی آغاز شود، من بی وطن که هیچ وقت داعیه مردمی بودن نداشتم، چون آنقدر مغرور و خود بزرگ بین نیستم و صفتی جز ملحد ندارم، به ایران برخواهم گشت تا در مقابل مادر ناتنیم از مام بدنام وطن دفاع کنم. سربازی هم رفتم، کار با ژسه را بلدم. خیلی ها این کار را خواهند کرد، اما تمام این عشاق سینه چاک و متظاهر وطن و مردمش را که در داخلند می توانید آن زمان در لس آنجلس و تورنتو پیدا کنید. تا آن زمان پاسپورت های همشان هم آماده است. من از خوانندگان و شنوندگان مرغ سحر به مساوی وطن پرستی نوستالژیک بیزارم، اما وجودم هر لحظه به آن سو بر می کشد. این تناقض بخشی از من نیست، همه معنای وجود من است. مرسی که گوش کردید.